مبحث تعیین ضابطه رو در کنار ترکیب تابع بخونید به همین خاطر عزیزان. به جای یکسا منفی یک دوم میذارم، اگر منفی یک دوم بذاریم میشه جی صفر که برابر میشه با منفی یک. گزینه درسته که منفی یک دوم بدیم منفی یک بگیریم. بچه ها به این منفی یک دوم بدیم میشه منفی یک برو منفی سه دوم، که نمیده منفی یک. این که این آسون تره، بریم به این منفی یک، ببین به تو به جای ایکساش منفی یک دوم گذاشتی، میشه منفی پنج دوم به علاوه دو به روی منفی یک دوم به علاوه یک. بالا میشه منفی یک دوم، پایین چرا میشه یه دوم، میشه منفی یک، خود خودشه گزینه دو. بریم سراغ تست 104. تست 104 هم تست جونداری بود واقعا، و بچه های خودم یه کوچولو دقت میکردیم به گزینه ها، میتونستین تست رو بزنید. ببینیم اف ایکس رو به ام داده، اف او جی هم داده، گفته تابع جی ایکس با کدام انتقال از تابع این ساخته میشود. یعنی اول این تابعه بوده بچه ها، اول این بوده، اینو میخواستیم بکنیم این، یعنی کدوم گزینه است که روی این اعمال بشه، بشه این. اوکی، حالا با هم صحبت میکنیم. بریم ببینیم که اینجا چه تابعی نداریم، جی رو نداریم، دور چی دایره میکشیم. مثلا بهش صفر میدیم بچه ها، به جای ایکساش صفر بذاریم، اینجا هم صفر بذاریم، این ته میشه صفر. صفر رو میدم به تابع جی، ندارم، یه چیزی میده به تابع اف، اف هم صفر میده. اف رو صفر بذارم، از یه ایکس فاکتور بگیری، اینجا میشه صفر دیگه. از قسم صفر دادم که این تابع گنده برابر با صفر بشه. خب پس بچه ها تابع جی ایکس من تابعی است که بهش صفر بدهیم بهمان چند میدهد؟ صفر میدهد. خب حالا ببین گزینه ای درسته که رو فرج سه ایکس و منهای 9 اعمال بشه، بشه جی ایکس. یه راه اینه که تک تک گزینه ها رو اون ایکس دو منهای فرج سه و ایکس دو منهای 9 اعمال بکنی، بعد بشه جی. خب بعد گزینه درسته که بهش صفر بدیم به اون صفر بده. مثلا این گزینه رو نگاه کن، گفته یک واحد به سمت راست، دو واحد بالا، میشه فرجه سومه ایکس منهای یک به توان دو خانم لجبازم منهای نو که زیر رادیکال بیرون به اضافه دو. الان به این صفر بده بچه، به این صفر بدیم میشه فرجه سومه منفی هشت به علاوه دو که صفر میشه، که خب همین گزینه گزینه صحیح تستمونه. بقیه گزینه هم میتونی چک بکنی ببینی همچه اتفاقی نمیفته. ولی یه حرکت دیگه هم هست. آقا اینجا رو ببین، گزینه ها از آبی به قرمز هن دیگه. خب تو بیا برعکسش کن، از قرمز به آبی. یعنی مثلا گزینه یک گفته یک واحد به سمت چپ، دو واحد، خب اینو داریم برعکس اعمال میکنیم دیگه، این راست این بالا. خب اگه صفر و صفر یه واحد راست بره میشه یک و صفر، دو واحد بالا بره میشه یک و دو. خب این یک و دو پس باید روی این صدق بکنه. الان به این یک بدیم بهمون دو نمیده، رد میشه. یک واحد به سمت راست، اینو بکن چپ، اینو بکن پایین. خب صفر یه واحد بره به سمت چپ میشه منفی یک، دو تا بیاد پایین میشه منفی دو. آیا به این منفی یک بدیم به اون منفی دو میده، میشه فرجه سوم یک منهای 9، یک منهای 9 میشه منفی 8، فرجه سوم منفی 8 میشه منفی دو، میشه گزینه دو. پس هر کدوم که دیگه دوست داشتین دیگه، چون آپشن گزینه رو داریم میتونیم از گزینه ها سوالمون رو حل بکنیم. بریم سراغ تست 105. گفته اگر اف ایکس این باشد مجموع ریشه اف ایکس مساوی با 3 کدام است؟ بچهای خودم توی مبحث ترکیبی، یعنی ترکیب معکوس تابع و ترکیب تابع، مشابه این سوال رو براتون گذاشتم و نکتهش رو گفتم. گفتم وقتی میگه FFX با 3 برابر بشه به اینا نگاه نکنید. چرا به اینا نگاه نکنید؟ چون اینا ورودی هن. سوال گفته ورودیاش بزرگ از ورودیاش کوچیک از اصلا ربطی نداره. FFX برابر با 3 شده یعنی اینکه شما باید بیاین دوتا ضابطه‌هاشو با 3 برابر بذارین. یعنی اینجا 3 بوده. خب یا اف با 3 برابر بذار، یعنی یه بار بگو 2x منهای 5 با 3 x میشه 4. فقط چک کن که آیا 4 بزرگتر از 2 هست. بله، پس یه دونه اینجا 4 میشه. یه بار هم ثابت پایین رو با 3 برابر میذارم، یعنی قدر مطلق x منهای 1 با 3 برابر میشه، x مون یا میشه 4 یا x مون میشه منفی 2. چک کن، سوال گفته تو به شرط x های کوچیکتر از 2 تو این ثابته ای. خب 4 خوب نیست دیگه، پس یه دونه اینجا میشه منفی 2. اینا ایتون باشه گفته بودیم دو جنسن، یعنی یا داره به اف وارد میشه یا از این اف داره خارج میشه. پس یه بار میام دو تا ضابطه هاشو یه بار با 4 یه بارم با منفی 2 برابر میذارم. بچا 2x منهای 5 اگر بخواد 4 بده، x من میشه 9 دوم که با توجه به این شرط هم میخوره. 2x منهای 5 من بخواد منفی 2 بده، 2x من میشه 3، x من میشه 3 دوم که با توجه به شرط من نمیخوره. پس این چی؟ این کنسله. خب 2x منهای 5 منفی 2 هم که نوشتم، قدر x منهای 1 بخواد
4 بده، از اینجا x من